به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین بخیر هستین جور و سعادتمند باشین شاگردای عزیز به مضمون ریاضی صنف نهم خوش آمدین <متصفح> شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی صنف نهم با هم دیگه میخوانیم درست است فصل چندم هستیم فصل چهارم مثلثات درس دوم ما و شما میخوانیم بخیر امروز خب قبل که بریم بگیم چه درس چه عنوانهایی رو ما و شما امروز میخوانیم کارخانگی درس گذشته رو با ما روان کردین یا چرا چه رقم روان میکردین از طریق واتس اپ نمبرش هم چی است 20964 780 255 40 درست است خب شاگرد عزیز اهداف درس امروز که ما و شما میخوانیم یک کوساین یک زاویه حاد در میخوانیم و دو تانجانت یک زاویه حاد رو با هم دیگه میخوانیم اگر یادتان باشد در درس گذشته ما و شما ساین یک زاویه حاد در خواندیم درست است آلی امروز کوساین و تانجانت و کوتانجانت هم ما میگم که به شکل است فیس پس سه را ما و شما سه عنوان ما شما میخوانیم ساین یک کوساین میخوانیم تانجانت هم میخوانیم و کوتانجانت هم میخوانیم فیس البته کوتانجانت امو تانجانت فقط سرچپش میشه فیس به خاطر ما و شما اینجا نوشته نکردیم پس کوساین یک زاویه حاده و تانجانت یک زاویه حاده در بخیر میخوانیم پس بریم سر تخته که درس شروع کنیم شاگرد عزیز و گرامی کساین یک زاویه حاده به چه شکل می باشد اگر یادتان باشد در درس گذشته ما گفتیم اگر یک زاویه یک مثلث قائم زاویه داشته باشیم که یک زاویه حاده از حاده یعنی چی حاده یعنی که از 90 درجه کمتر باشه دیر می خب میفهمیم درست است پس یک زاویه حاده از او چی باشه نامش را الفا یا بتا یا تتا فرق میکنه. نامش الفا بگیریم به عنوان مثال گفتیم که تعریف ساین چی میشه به ساین چی میگیم میگیم نسبت مثلثاتی به می ساین کوساین تانجانت و کوتانجانت به می چار به می هر چار چی میگیم نسبت های مثلثاتی خب درس گذشته نوشته کردم براتون اگه یادتون باشه نه نسبت گفته معناش است که عدد نسبتی باشد کسر باشد دیگه صحیح خب نسبت هایی که از روی یک مثلث قائم زاویه نوشته میشه به او میگیم چی نسبت های مثلثاتی درس گذشته ساین خواندیم گفتیم ساین چی میشه زل مقابل بر وتر یا هست؟ به عنوان مثال پس من نوشته بکنم درس ما شما هفت نسبت های مثلثاتی گفتیم اگر ما و شما یک تا مثلث قائم زاویه داشته باشیم شاگرده عزیز به عنوان مثال یعنی مثلث چی باشد مثلث قائم زاویه ما و شما باشد یعنی ای ا باشد B و سی زاویه اینجا چند درجه باشد 90 درجه مثلث قائم زاویه داشته باشیم و این زاویه سی را من نامش چی بگیرم الفا بگیرم سیفت الفا به نوشته میشه الفا یک یک حرف چی است یونانی است الفا بتا تتا خب من نامش الفا میگیرم پس ساین الفا را ساین الفا رو گفتیم چی میشه زل مقابل بر وتر زل مقابل ما و شما چی است ای بی. پس ای بی بر وتر وتر ما و شما چی است ای سی پس میشه ای سی پس ساین این درس گذشته بودی که ساین یک زاویه حاده یک زاویه الفا ما و شما باشد میشه زل مقابل بر وتر پس ای بی بر وتر اما امروز چی میخوانیم کوساین نمیخوانیم کساین یک زاوی حاده پس کساین الفا کوساین الفا چی میشه میگیم که میشه زل مجاور تقسیم بر وتر دقت کن اینی زاوی ما و شما الفا اگر باشد شاگرد عزیز اینی زاوی من نامش الفا گرفتم اینی زاوی الفاست صحیح اینی زاوی الفاسته. خب مقابل از این چی است مقابل از این میشه ای بی مجاورش میشه بی سی هم بی سی مجاور است هم ای سی مجاور معناش چی است شاگرد عزیز مجاور یعنی چی همسایه همین نزدیک کنار از اینی ای میشه بی میشه مقابل الفا بی سی بی یا بی سی میشه مجاور ای سی هم مجاور میشه ولی خب ای سی نام دیگه داشت او چی بود وتر بود دیگه پس مجاور فقط ما همین بی سی منظور ما وقتی میگیم مجاور امی بی سی است صحیح پس ساین الفا میشد مقابل بر وتر پس من نوشتم میکنم میشد زل مقابل بر وتر زل مقابل بر وتر و کساین الفا چی میشه؟ زل مجاور بر وتر. مجاور ما و شما چی میشه؟ بی سی بر وطر ما و شما ایسی است پس میشه بی سی بر ای سی سیست؟ پس تا به این شکل است میشه زل مجاور زل مجاور بر وتر. وتر یا وطر هم گفتیم برش میگه فرق نمیکنه. پس ساین الفا تعریف کردیم زل مقابل بر و کوساین الفا تعریف میکنیم زل مجاور بر و این ثابت است همیشه همیست اوکی خوب میشه رقم شد دیگه نه خب شاگرد عزیز پس ساین الفا میشه زل مقابل بر و کساین الفا میشه زل مجاور بر و تانجانت تانجانت هم اینجا میگم دقت کنید تانجانت الفا به این شکل میشه میشه زل مقابل بر زل مجاور دقت کن زل مقابل بر زل مجاور پس مقابل ما و شما چی است ای بی بالای بی پس تعریف تانجان چی میشه زل مقابل بر زل مجاور و یک تا نسبت دیگه هم که در کتاب نیست ما تعریف میکنیم به اسم کتانجان تلفا با چی نوشته میکنیم؟ کتانجان تلفا سهیست؟ کتانجان تلفا دقیقا برعکس تانجانت میشه یعنی میشه بی سی بر ای بی پس میشه زل مجاور بر زل مقابل پس میشه بی سی بر ای بی است؟ زل مجاور بی سی بر ای بی. پس تعریفی چی هست؟ میشه زل مجاور بر زل مقابل بله پس به این شکل شد پس چهار نسبت مثلثاتی رو ما شما تعریف کردیم ساین یک زاویه اگر در یک مثلث قائم زاویه زاویه حاده یعنی از 90 درجه کمتر داشته باشیم نامش الفا بگیریم ساینش میشه میشه زل مقابل بر وتر کوساین میشه زل مجاور بر وتر تانجانت میشه زل مقابل بر مجاور و کوتانجانت میشه زل مجاور بر زل مقابل سیست پس میشه بر سی بر سی بر بی و بی بر بی اگر دقت کنید عزیز تانجان جان نکو چی است سرچپه هم هستند معکوس هم هستند یعنی اگر ابی سرچپه کنم عمو چی میشه ای بی بر بی سی میشه 20 سی بر ابی. بی دقیقاً تانجان جان دریافت میشه صحیح فام فهمید چی رقم شد دیگه نه به عنوان مثال دقت کنید به عنوان مثال شاگرد عزیز ما و شما اگر همین مثلث قائم زاویه داشته باشیم با ما و ما شما بیا بگه که انی وتر ما شما 5 است و از مقابل ما شما 3 گفته که نسبت های مثلثاتی زاویه الفا را دریافت کنید خب ما و شما گفتیم باید یعنی زل چهارم سوم داشته باشیم دیگه نه زل سوم داشته باشیم که بیایم تیم خزی یه روی هم بذاریم قیمت گذاری کنیم ببینیم چند میشه خب چون مثلا از زاویه است وقتی سه باشه پنج باشه ایران نامش من میتونم ایکس بگیرم این ایکس میگیرم و چیکار میکنم از رابطه فیثاغورس میتونم برای چی ایکس دریافت کنم پس از رابطه فیثاغورس من دریافت میکنم پس 5 مربع مساوی است با 3 مربع جمع چا x مربع صحیح است ای x ما و شما خود نصف نامش x میگیریم جمع x مربع دقت کنید شاگردای عزیز در رابطه فیثاغورس چه رقم بود و تر همیشه یا وتر همیشه یک طرف بود یک طرف مساوی وتر مربع او هر دو دیگه مربع شن. جمع طرف دیگه مساوی بود صحیح است پس 5 مربع ما و شما چی میشه میشه 25 مساوی است با 3 مربع ما شما میشه 9 مساوی است با جمع ببخشید مساوی نیست جمع x مربع صحیح پس جمع x مربع آلی این نور رو دوباره انتقال بدین میشه منفی نو پس 25 منفی نو مساوی است با x مربع پس من ادامش اینجا نوشتم میکنم x مربع ما و شما چند میشه 25 منفی نو چند میشه 16 صحیح پس میشه 16 پس x ما و شما چند پس در نتیجه x ما و شما جذر 16 چند میشه 4 میشه یا بگیم چه عدد مربع 16 میشه 4 مربع 16 میشه البته دقت کنید شاگرد عزیز منفی 4 مربع هم 16 میشه اما چون ده اینجا زل هستن ما فقط مثبت 4 قبول میکنیم منفی 4 رو قبول نمیکنیم اگر ما شکل نداشتیم ده یک معادله اگر باشد این ما شما میگیم ایکس ما میشه مثبت منفی 4 هم 4 مثبت قبول است هم منفی 4 چون منفی 4 مربع چند میشه 16 میشه ولی چون ما اینجا شکل داریم مثلث است یک زل است زل منفی شده نمیتونه پس فقط مثبت 4 نوشته میکنیم صحیح پس ایکس ما شما چند شد 4 پس سوال امتن به شک به شما میته یک تا م... یک تا مثلث به شما میته یعنی 5 یعنی مثلا یعنی رد میته برد صحیح است یعنی 4 و 5 نته تو میتونید با رابطه فیثاغورس دریافت کنی یا یعنی 4 و 5 و نته تو میتونید دو تاش بیتا. یک تاش ما میتونیم با رابطه فیثاغورس دریافت کنیم بعد زاویه الفا رو به ما و شما بگه که چی کن برو دریافت نسبت های مثلثاتی شده پس ساین الفا ما و شما چند نشه من اینجا نوشته میکنم ساین الفا مشود زل مقابل بر وتر مقابل ما و شما چند است و الفایی هست مقابل میشه 3 وترش میشه 5 پس میشه 3 بر 5 صحیحست؟ خب کساین الفا چی میشه؟ کساین الفا میشه زل مجاور بر وتر مجاور الفا چی میشه؟ 4 هست 4 بر 5 پس میشه 4 بر 5 تانجانت الفا چی میشه؟ تانجانت الفا میشه تعریفی چی زل مقابل بر مجاور پس 3 بر 4 سه بر چار سه و در آخر کتانجانت کتانجانت الفا میشه چه؟ مجاور بر مقابل مجاور ما شما چار است مقابل ما شما سه است پس میشه چار بر سه سهیست پس به شک ما میتونیم نسبت های مثلثات یک زاویه الفا که چه حاده است یعنی از 90 درجه کمتر است ما میتونیم دریافت کنیم ما مثلث قائم زاویه میکشیم از روی از رو باید دریافت کنیم و چیکار کنیم نسبت ها رو دریافت کنیم که فقط این تعریف ها باید از ذهنتون باشد این ای باید یاد داشته باشی ساین چی میشه مقابل بر وتر این همیشه ثابت است همین دیگه صحیح پس ساین چی میشه ساین الفا میشه مقابل بر وتر سین الفا مجاور بر وتر تانجانت الفا مقابل بر مجاور و کوتانجانت الفا مجاور بر مقابل یک نکته ما برد میگم شاگرد عزیز باشد ساین تنها معنا نداره اگه ما بنویسیم کنیم ساین خیلی از شاگردان ما دیدون بهش نوشتن میکنه نوشتن میکنه ساین خب ساین چی ساین تنها معنا نداره ساین یک زاویه باید داشت پیش از او باشه پس ساین الفا ساین ایکس ساین وای ساین بتا فرق نمیکنه اون یک زاویه باید باشه زا... به جای الفا میتونه ساین سی نوشته کنه به اینجا سیست چون این زاویه ما میتونیم با سی هم نشان بدیم و یعنی الفا یعنی یعنی چون این رسم ما شما سی هست دیگه پس ساین سی هم نوشته که فرق نمیکنه صحیح پس ساین به تنهایی نوشته کنی ساین جواب نداره چون معنا نمیده صحیح من مثل ازی است که ما شما اگر ساین تنها نوشته کنیم مثل ازی میشه جذر خب جذر چی یک تا عدد بود داخل ازو باشه جذر 5 جذر 4 جذر x جذر y جذر a یک پس جذر تنهایی معنا نداره صحیح جذر خب جذر چی باید داخل از یک تا عددی یا یک متغیر بود باید اون چی باشد باشد صحیح پس ساین الفا ساین بتا ساین حالا زاویه ما و شما الفا بتا میتونیم به درجه نشون بدیم ساین 30 درجه ساین 45 درجه ساین 60 درجه ساین 20 درجه با عنوان مثال درست است پس ساین کوساین تانجان و کوتانجانت تا یک زاویه ها در ما با به شما تعریف کردم و دیدیم که یک مثال کار کردیم میتونیم بسیار آسان چه کنیم دریافت کنیم درست است خب شاگرده عزیز نکته که من میخوام بگم بیاست دقت کنید اگر ما و شما یک زاویه الفا داشته باشیم بخوایم ساین کوساین تانجان و کوتانجان رو دریافت کنیم گفتیم باید یک مثلث قائم زاویه داشته باشیم دقت کنید قائم زاویه زاویه ما و شما چند درجه باشد باید 90 درجه باشد در اینجا سه است این نامش الفا باشد خب دقت کنید شاگرد عزیز یعنی ای باشد یعنی بی باشد با نور مثال یعنی سی باشد یعنی ای باشد یعنی ما میگم طول از زل مقابل ای باشد یک عدد از 4 5 6 هر چی شده میتونه صحیح است خب گفتیم که ما و شما اگه بخوایم به عنوان مثال با ما و شما بگه که نسبت های مثلثاتی زاویه 20 درجه رو دریافت کنید 20 درجه صحیح است پس ساین 20 درجه رو ما و شما دریافت کنیم چه رقم دریافت میکنیم یا ساین 30 درجه ساین 45 فرق نمیکنه هر زاویه به ما و شما بگه یک زاویه حاده ما چه رقم دریافت میکنیم یک تا میریم یک تا مثلث قائم زاویه میکشیم که اینی الفا چند درجه باشد 20 درجه باشد پس اینی الفا رو ما و شما باید 20 درجه بکشیم خب 20 درجه خو خب یاد داریم با چی میکشیم با نقاله صحیح است نقاله یک زاویه 20 درجه میکشه خب آلی مثلث چه خبر باشه سوالی است که خیلی از شاگردان و استاد مثلث کلان باشه خرد باشه فرقی نمیکنه هر مثلثی فقط قائم زاویه باشد و یک زاویه چند باشد 20 درجه باشد شما میکشید یک زاویه بیشتر از نقل میوانی میکشه و این دل تسل ای دل تسل چه خیلی خیلی کلاد میکشه یا خرد بکشه فرق نمیکنه زل زوره چون نسبت های مثلث نامش نسبت است یعنی چی کسر است وقتی که ما و شما اگر ما این مثلث خود کلان بکشیم به این شکل چون اگر کنید مثلث خود مثلا این شکل کلان بکشیم زاویه 90 درجه ده اینجا بکشیم یا مثل مثلث خود خرد بکشیم مثلا یعنی اولی بکشیم یعنی کلان بکشیم ساین چی میشه ساین میشه زل مقابل بر مجاور صفر اینی باشد مثلا ازبر یعنی تا اینجا چه باشد سی زبر پس سای نزیر هم میشه اگر از مثلث کلان بگیرم میشه ای زبر بر سی زبر اگر از مثلث خورد بگیرم میشه ای بر سی وای یه دو با هم مساویسته چرا؟ چون همه که ای کلان میشه چی میشه؟ ای زبر تبدیل میشه کلان میشه سی بر سی زبر او هم همه خیلی کلان میشه یعنی نسبت از او رعایت میشه سیست؟ پس فرق نمیکنه که مثلث تو کلان بشه یا خرد باشه فقط مهمی است که این زاویه چند درجه باشد 20 درجه باشد پس به اضلاع مثلث هیچ کاری نداره پس ساین کوساین تانجانت و کوتانجانت چی هستن اینا فقط به مو زاویه کار دارن به اضلاع مثلث هیچ کاری ندارن پس مثلث دلخواست هر چقدر کشیده فرق نمیکنه پس با ما و شما میگه نسبت های مثلثاتی زاویه 30 درجه دریافت کنیم ما یک یک زاویه 30 درجه با نقاله میکشیم او مثلث قائم زاویه فقط فیکس باشه قائم زاویه باشه دا. یا بهش کج نکشه یا باید قائم زاویه باشه مثلث ما این زاویه مثلا 20 درجه باشه اگه با ما شما بگه 30 درجه این زاویه رو 30 درجه میکشیم و مثلث دلخا سیست؟ آلی میریم چی میکنیم با خط کش, کش وتر اندازه میگیریم زل مقابل و زل مجاور اندازه میگیریم چند عدد میشه و دقت کن دقیق اندازه بگیری ها و اوار شما داخل کار بکو سی درجه رو مثال ساین ساین کو ساین, ساین، تانجانت کو تانجانت سی درجه دریافت کو یک زاویه سی درجه میکشید در کتابچه با نقاله بعد میره با خط دقیق میکشید تا جایی که میتونید دقیق میکشید بعد میره چی میکنه با خط کش زل های از مثلث قائم زاویه که خود جور کرده اندازه اون مثلث دلخواس هر چه قواش فرقی نمیکنه پس می با خط کش او رو اندازه میگیره زل های شره و او چهار نسبت که گفتیم ساین کوساین ساین تانجانت کو تانجانت ساین میشه چی زل مقابل بر وتر میشه مجاور بر وتر تانجان چه میشه مقابل بر مجاور و کوتانجان مجاور بر مقابل این هر چند عدد میشه با خط کش اندازه میگیری خود دیگه سیس یا رو هم میمانی و جوابش میکشی چند میشه و یک نکته شاگرده عزیز وقتی شما ساین سی درجه رو دریافت کردی باز میری ده تلفن خودت در تلفن خودت در ماشین حساب در ماشین حساب تلفن خودت ساین دارن میزنی ساین سی درجه سعیست ساین سی درجه او جواب دقیقش به تو ولی خودت هم دریافت کردی با چی با خط دیگه با شکل با نقاله و خط کش کشیدی اندازه گرفته و ماندی او صورت بر مخرج تقسیم کو و با ساینی که در ماشین حساب به تو میته مقایسه کو ببین چه خطا از, از, تو خطا داری چون چون دقیق اندازه گرفته که نمیتونی خط کم چی میشه از پیش ما با شما خطا دارن خطا داریم سیس خب پس رو مقایسه کو ببین چه تو دقت تو چه خط که تو یک بار ساین خود دریافت میکنی یک بار با ماشین حساب دریافت میکنی سیس پس شاگردای عزیز ما و شما گفتیم که اگر ما و شما یک زاویه داشتیم زاویه الفا حاده یعنی زاویه کوچکتر از 90 درجه داشته باشیم نامش الفا بتا هر چی باشه فرق نمیکنه برای درجه است دیگه 30 درجه 45 درجه 20 درجه 10 درجه 50 درجه 80 درجه فرق نمیکنه فقط حاده باشه صحیح است ما و شما چیکار میتونیم ساین کوساین تانجان کو تانجان رو میتونیم دریافت کنیم با گفتیم یک مثلث قائم زاویه میکشیم دلخوا او ولایزو مهم نیست فقط زاویش مهم است و این زاویه مثلا 30 درجه رو میخوایم سی باشد این 90 باشد او دیگه شف میشه صد درصد چون مجموع زوای داخلی مصرف 180 میشه حالا کار نداریم زد های از زیر اندازه میگیریم و او چهار نسبت جور میکنیم ببینیم چند میشه درست است خب اما چند نکته ما میخوایم شاگرد عزیز در رابطه با ساین و تانجان و تانجانت و کوتانجانت میگم که این نکات باید یاد داشته باشین صحیح خب شاگرد عزیز دقت کنید ما و شما اگر یک چنین مثلثی داشته باشیم پس گفتیم که فرق نمیکنه مثلث ما و شما چه باشه فقط باید از مهم نیست اینی زاویه نامش باشد الفا اینی باشد ا اینی بی باشد بی و اینی باشد سی سیست خب چاگرد عزیز ساین الفا ما و شما چی میشه ساین الفا میشه چی تعریف چی بود زل مقابل بر وتر مقابل بر وتر پس میشه ای بر سی کساین ما و شما چی میشه؟ کساین الفا میشه مجاور بر وطر بی بر سی تانجان چی میشه؟ مقابل بر مجاور پس میشه ای بر بی و کتانجان چی میشه؟ کتانجان الفا کتانجان میشه چی؟ مجاور بر مقابل بی بر ای خب این کتانجا فا فهمیدیم اما شاگرد از دقت کنید چند نکته ما در رابطه با یا بگم که ما و شما گفتیم که اگر ما بیایم چی کنیم دقت کن این نسبت ما و شما مسازم. ساین الفا خودش یک نسبت است بالای کوساین الفا ساین الفا رو بالای کوساین الفا قیمت گذاری کنید. بالای کوساین الفا ببینیم چی میشه خب ساین الفا چی بود ساین الفا میشه ای برسی. سی کوساین الفا چی میشه بی برسی. سی سیست خب دو کس بالای هم هستن دور زب در دور نزدیک در نزدیک پس یک خط کسی میشه دور زب در دور میسازیم ای زب در سی میشه ای سی نزدیک در زب در نزدیک بی سی بی زب در سی. بی سی سه است شاگرد از چی کنیم یعنی سی چون بین نوع زرب است. سی رو کسی اختصار کنیم پس چی میمانه میمانه ای بر بی میمانه ای بر بی ای بر بی چی است شاگرد ای بر بی تانجانت است پس ساین بر کساین، ساین الفا بر کساین الفا چی میشه تانجانت الفا میشه کی مفاهیم با تانجانت الفا پس در نتیجه پس در نتیجه میگیم که تانجانت الفا مساوی است با ساین الفا بر کوساین الفا صحیح شاگردای عزیز شما به همین طریق میتونید ثبوت کنید که کوتانجان الفا چی میشه؟ حالی کوساین الفا بر ساین الفا میشه کوتانجان دائم به این قسم میمونید دور به دور نزدیک به نزدیک اختصار میکنید میشه چی پس به این میرسیم که کوتانجان الفا مساوی است با کوساین الفا بر ساین الفا سیست پس این دو نکته بسیار مهم است یک تو و دیگه اینی سیست تانجانت الفا میشه ساین الفا بر کوساین الفا و کوتانجانت الفا میشه کوساین الفا بر ساین الفا خب دیگه چی داریم یک تا دیگه هم داریم پس من یار پاک میکنم و یک نکته دیگه هم نوشته میکنم دقت کنید شاگرد عزیز خب یک نکته دیگه به این شکل است ما اگر یعنی زاویه الفا دلخواه هر چی باشه داشته باشیم ما این میتونیم به این شکل نوشته کنیم ساین مربع الفا جمع کوساین مربع الفا ببینیم چند میشه این جوابش خب ساین دقت فقط یک نکته میگم که باز این نوشته ده این نکتهش ده اینجا نوشته میکنه دقت کنید شاگرد من ده نکته رو بالا نوشته میکنم ساین الفا جوابش میکشیم یک عدد میشه دیگه نه باز بخوایم مربع بسازیم به این شکل نوشته میکنیم مربع یعنی من اول باید ساین الفا رو دریافت در کنم الفا یک زاویه از 30 درجه به عنوان مثال ساین دریافت در میکنیم یک عدد میشه حالا اون رو مربع میکنم یک کسر میشه دیگه صورت بر مخرج صحیح میشه ذیل مقابل بر وطر. خب او را حال جوابش مربع میده. اما جواب مربع میکنیم برای که ما آسانتر نوشته کنیم اختصار کنیم این مربع روی این میمانیم پس این نوشته میکنیم ساین مربع الفا سعیست؟ خیلی از شاگردان میگه استاد این مربع هم از, از الفاست هم از ساین میگیم نخیر این فقط از ساین است ساین تنها نه ساین الفا چون گفتیم ساین تنها معنا نداره شما اول ساین الفا رو دریافت کنه بعد جواب مربع بسازی پس این به جایی که به شکل نوشته کنیم به این شکل نوشتن میکنیم ساین الفا یا ساین مربع الفا میخوانیم ولی باید شما اول ساین الفا رو دریافت کنید بعد جواب مربع کنیم ولی این هر با ساین الفا مربع مساوی نیست دقت کنید این ساین الفا مربع معنای چی است میگه تو اول زاویه الفا را مربع کو بساز مثلا سی درجه را مربع بسازی میشه 900 درجه صحیح با ساین 900 درجه در رفت کو خب ساین 900 درجه چی رقم در رفت کنیم ما و شما گفتیم ما زاویه ها فقط یاد داریم زاویه که از 90 درجه کمتر باشد ما به خیر در, در درس بعدی با زاویه‌ای که بیشتر از 90 درجه هم باشد ساین کو ساین تانجان و کو تانجان هم دریافت می‌کنیم با استفاده از چی با استفاده از دایره مثلثاتی صحیح که درس بعد ما شماست خب بعد شاگرد عزیز پس این نکته ای نیست ساین ساین الفا کل مربع این کل مربع از الفا نیست فقط از ساین سا فکر کن باشد یعنی تو باید اول ساین الفا رو دریافت کنی جواب مربع کنی پس این به ای شک نکنه که یعنی مربع هم بالای ان بانی هم بالای الفا بانی غلط میشه پس فقط بالای ساین میمونی ساین مربع الفا نوشته میشه خب پس یعنی حال ساین مربع منظور ما است که ساین مربع الفا نیست و کوساین مربع الفا یعنی امی الفا ای ما و شما یک زاویه باشد بگه که ساین دریافت کو مربع کو مر... دریافت کو مربع بساز عالی رو با هم دیگه جمع کو خب چند میشه می میکشم جواب شه ساین چی بود ساین بود مقابل بر وتر پس میشه ای بر سی عالی کل مربع چون مربع داره جمع کوساین چی میشه مجاور بر وتر بی بر سی کل مربع خب این مربع ام ام هم 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 از هم از سی پس چه رقم میشه؟ میشه ای مربع بر سی مربع جمع دی بر چی میشه؟ بی مربع بر سی مربع خب جمع دو کسر داریم در جمع گفتیم باید مخرج ها مساوی باشد خب مساوی است خب مساوی باشه یک تا از مخرج ها رو میکنیم یعنی سی مربع رو نویشتن میکنیم صورت ها با هم دیگه چی میشه؟ جمع میشه ا مربع جمع بی مربع مربع جمع بی مربع خب شاگرد از دقت کنید یعنی سی مربع مخرج که نوشته میکنم هیچ کارش ندارم اما ای مربع جمع بی مربع در شکل نگاه کن چون مثلث ما و شما قایم زاویه است ای مربع جمع بی مربع چی میشه رابطه فیثاغورس یادت مان دیگه ای مربع جمع بی مربع میشه سی مربع پس من بجای ای مربع جمع بی مربع میتونم بکشم بجای سی مربع نوشته کنم. چون مثلث قائم زاویه است رابطه فیثاغورس برقرار است پس میشه این میشه چی سی مربع پس بجای ام مربع بجنبی بی مربع چه کش کشینه مربع سین مربع نمیشه کرد خب سی مربع بر سی مربع یک کسری که صورت مخرج با هم مفای باشه میشه یک فست میتونیم اختصار کنیم در جو ما شما چند نشه یک میشه پس این همیشه ثابت است این همیشه ای هم یک نقطه است که الفای ما شما هر چی باشه فرق نمیکنه 20 درجه 30 درجه 40 درجه 50 درجه فرق نمیکنه میشه ساین مربع الفا جمع کوسین مربع الفا چند میشه یک میشه پس این هم چی شد یک تا فرمول دیگه پس میدهی آخر نوشته میکنم ساین مربع الفا جمع کساین مربع الفا مساوی میشه با چند؟ یک سیست پس سه فرمول فعلا نوشته کردیم یک تا چی تانجانت الفا میشه ساین الفا بر کوساین الفا کوتانجانت الفا میشه کوساین الفا بر ساین الفا و ساین مربع الفا جمع کوساین مربع الفا میشه یک این الفا دلخواست هر چی باشه فرق نمیکنه فقط فکرتون باشه چاگردای عزیز این الفا رو سی درجه میمونی اینجا باید سی درجه وانی دیگه این سی بانی ای رو 20 غلط میشه یک نمیشه صحیح اردوش باید با هم مساوی چون اردوش الفا است فهمید چرا خم شد دیگه نه پس سه نکته در رابطه با ساین کوساین تانجانت کوتانجانت خواندیم حالا ما تختر پاک میکنیم یک تا مثال کار میکنیم یک تا مثال کار میکنیم که به شک شکل می پس سختتر پاک میکنم یک مثال آخرم کار میکنیم <applause> خب شاگرد عزیز مثال آخر کار کنیم و درس ما و شما خلاص میشه پس مثال با مثال به ما شما به شکل میگه میگه که ساین الفا مساوی با یک بر دو گفته بقیه نسبت ها رو شما دریافت کن ساین الفا رو دا یکی بر دو گفته بقیه نسبت ها رو دریافت کنید گفته اگر ساین الفا یکی بر باشد بقیه نسبت ها رو دریافت کنید خب چه رقم دریافت کنیم؟ میریم کار نداره بسیار آسان یک تا مثلث قائم زاویه میکشیم این زاویه درجه است یعنی الفا باشد ساین شده یک بر دو ساین چی میشد زل مقابل بر وتر زل مقابل پس زاویه 90 درجه نیست بان من کمی دقیق تر بکشم به این شکل آلی شد پس زل مقابل ما و شما یک است وتر ما و شما دو است یک بر دو آلی باید بریم زل مجاورم دریافت کنیم زل مجاور چی میشه نامش ایکس میگیریم رابطه فیثاغورس پس دو مربع مساوی است با یک مربع جمع ایکس مربع دو مربع چار میشه مساوی یک مربع یک جمع x مربع یک ادوار انتقال بده پس میشه چهار منفی یک مساوی با x مربع پس چهار منفی یک میشه سه مساوی با x مربع پس x مربع شما چی میشه جذر سه سی. سهست پس ایشو جذر سه حال میرم دریافت میکنیم ساین خودش گفته اما گفته بقیه نسبت ها کوساین. پس کوساین الفا کوساین الفا میشه زل چی؟ مجاور بر وقت مجاور شما جذر سه است وطر ما و شما دو است پس جزر سه بر دو خب تانجان تلفا میشد چه؟ مقابل بر مجاور پس یک بر جزر سه اگر این ناطق سازی کنیم میشه جزر سه بر سه سیست؟ ناطق سازی رو خویاد داریم و کتانجان چی میشه؟ کتانجان تلفا میشه زل مجاور بر مقابل پس جزر سه بر یک نیست؟ پس چرا شد دیگه نه؟ پس سوال به ما و شما یک تا نسبت بتا شما دیگار میتونید دریافت کنید باید شکل بکشه از رابطه فیثاغورس و دیگر دریافت کنی و میتونید بقیه نسبت ها را دریافت کنید درست است خب شاگرد عزیز دیگر درس ما و شما خلاص میشه پس کوساین یک زاویه حاده و تانجانت یک زاویه هم گفتیم به چه شکل میشه ساین کوساین تانجان و کوتانجان یک زاویه حد گفتیم چه رقم دریافت میشه و سوال کار کردیم اما کارخانگی تمرین های صفحه 102 و 104 کتاب حل میکنید و ما روان میکنید از طریق واتساب نمبرش هم چند است؟ 20964 780 255 40 13 درست است؟ پایان درس دوم از فصل چهارم شاگرده عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما را به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم